بسم الله الرحمن الرحیم ته عمیر وختیا وزارت مرسال وزیر خغلې ډاکټر شفیق الله شهیم د عمیر وختیا وزارت وایان ډاکټر سیب اكمال سمسور درنو حاضرینو درسنې واستانو استاد زموږ د نن ورځې خبري کانفرنس ته خره خلاص په پخیل کې محترم موینساب څخه وختونه کو چې خپل ویناولري 13 24 ساعتونو 13 شری کې لاغي پاس یو تاسو پټنیو واخلو د نومري سیمرونی بسم الله الرحمن الرحیم نمانده های محترم رسانه ها و همکاران مرکز رسانه ها السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو صبح همیتان بخیر در تمام لابردواره های وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته به تعداد 953 رویداد مورد آزمایش قرار گرفته که از این جمله به تعداد واقع مثبت تایید گردیده است که به این صورت جمع واقعات مثبت کرونا در کشور میرسه به 29481 مورد و در 24 ساعت گذشته متاسفانه به تعداد 20 نفر فوتی بوده که جمع فوتی های ما به 618 مورد ارتقا میفه و خوشبختانه به تعداد 419 نفر بیبود یافته از هموطنهای ما که تعداد مجموعی بیبود یافته های ما میرسه به 9260 واقعه. این آمار 24 ساعت گذشته است و با استفاده از فرصت و دلچسپی رسانا و اخبار منتشر شده خصوصا در 24 ساعت گذشته از طریق رسانا و از طریق شبکه های مجازی در مورد ونتیلیتر یا دسگاه تنفسی ما می خواهیم که خدمتتان یک مقدار وضاحت ارائه کنم. وزارت سطحامه افغانستان با شنیدن تعدید کرونا و با تثبیت اولین واقع مثبت در کشور در ولایت ایراد با ارزیابی ظرفیت سیستم سی در افغانستان پرداخت که چگونه می توان با این پاندمی مقابله کرد ارزیابی که صورت گرفت در تمام افغانستان در 34 ولایت افغانستان به تعداد 325 پایه ماشین دزگاه تنفس مصنوعی موجود بود در ولایات نظر به سایز ولایات و نظر به ما تعداد بستر تبنی در ولایات مختلف بوده و یگانه ولایتی که ونتیلیتر نبوده او ولایت پنشیر بوده وزارت ستامی افغانستان و دولت افغانستان با او خاطر قراردادای را به منظور فراماوری و تهیه دزگاه تنفسی یا ونتیلیتر از طریق تدارکات ملی با کشور جرمنی نموده که به تعداد 510 ونتیلیتر است و همچنان وزارت سهتامه افغانستان با شرکت های داخلی قرارداد کرده که به تعداد 75 ونتیلیتر است که تمام این ونتیلیتر ها قرار است در جرمنی به تاریخ 24 جون تسلیم داده شوند و به تاریخ دوی جولای قرار پلانه که هست توسط شرکت, توسط شرکت های هوایی به کابل مستقیما انتقال میشه و 75 ونتیلیتری که با کمپنی های داخلی قرارداد شده اینا از خارجی را وارد میکنه و ظرف دو تا سه هفته آینده صورت میگیره. در این جریان نهادهای مختلف همراه وزارت صحت تعداد تعدادی از ونتیلیترها را کمک کردند که ما از اونها ابراز سپاس و امتنان میکنیم. جمعا تعدادی که دستاک مرکزی وزارت ساتامه رسیده با تعداد سی و هفت عدد ونتیلیتر بوده که 27 از هفت یزی توسط سازمان سی جهان سه عدد یزی توسط کشور ترکیه سه عدد توسط کشور ایران چهار عدد ونتیلیتر توسط کشور چین کمک شده است. و به تعداد 26 ونتیلیتر به ولایات مختلف نظر به تخمین نیازمندی به 14 ولایت کشور که شامل ایراد، قندهار، کندوز، نیمروز، دایکندی، فاریاب، غزنی، سمنگان، زابل، هلمن، پنشیر، بامیان، کاپیسا و پروان است به اینا صورت گرفته. توزیع تعداد یازده دیگه ازی در جریان انتقال است که ای یازده عدد است به ولایات اروزگان، فاریاب، هلمند، تخار، زابل، خوز، بادغیز، بغلان، غور، نورستان و پکتیا می باشد. کمک دوم کشور ترکیه که مرایل گمرکی از او تکمیل شده ولی انوز تشریع و ثبت نشده ای شامل یازده ونتیلیتر و سه ماشین پی سی آر است. همچنان کمک کشور قطر در مرحله اول ونتیلیتر نبوده، تجهیزات دیگه بوده، وسایل محافظتی و وسایل ضدی عفونی بوده که ما از اونها ممنون هستیم ولی کمک دومی ازی که مثل کمک دوم کشور ترکیه است هم شامل سه عدد ونتیلیتر و پنج عدد ماشین پی سی آر است. و آخری خبری که خدمت تان ارز می کنم آیت عالی رتبه که از افغانستان به کشور ایران تشریف برده بودند دیروز دوباره به کشور عظیمت کردند کشور ایران هم یک ونتیلیتر کمک کرده ولی تعدادی ازی و مشخصاتی ازی هنوز بر ما نرسیده انشالله به موقع شما را ما ازی آگاه می سازیم. ای معلومات بود د قسمت وینټیلیټر ماګه سوالی бошد د خدمت همکارای خود است جان سپاج جناب موین صاحب علاوه موږ د رئیس مولي ته خواښه میکنیم کوم غوسنی داشته باشن قبل زکه به سوالات په پرزون بشک شرحه بهتن بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت بسنه محترم و ملت شریف افغانستان ما صرف میخوایم که چون تقاضای رسانه های محترم بودن که گزارش مالی را خدمت شما شریک بسازیم قبلا گرچه هزمی به جایگاه موین سبب مالی ویداری وزارت سیعت گزارش مالی را خدمتتان شریک ساخته ما یک بار دیگر می این گزارش مالی را خدمت شما و مردم شریف افغانستان شریک بسازیم. وزارت سیعت افغانستان متحد است از هر پولی که به حساب وزارت سیعت آمه به ارتباط مبارزه با ویروس کرونا آمده و ملت و مردم شریف افغانستان را گزارش بده ما به صورت خلاصه می بخواهیم بخواهیم و تشریح بیتیم و اگر شما با جزیات کار داشتین باز ما در خدمت هستیم میشم شویم جزیاتش هم در اختیارتان قرار بیتیم به صورت عموم در با شروع ویروس کرونا در افغانستان ما 15 میلیون دلار از طرف حکومت افغانستان به خاطر مبارزه با ویروس کرونا دریافت کردیم که از این 15 میلیون دلار ما در حدود 12.7 میلیون دلار از ارتحال مصرف کردیم و 2.2 میلیون دلار از در سطح مرکز ولایت باقی مانده که هنوز مصرف نشده بر علاوه زی کمک پولی که ما از دولت افغانستان دریافت کردیم ما حدود 100.4 میلیون دلار از بانک جهانی به خاطر مبارزه با ویروس کرونا تخصیص دریافت کردیم که البته این 104 میلیون دلار در طول 4 سال باید به با مصرف برسد از این 104 میلیون 51 میلیون دلار زیر ما میتونیم که در امی سال مالی 1399 در بخش مبارزه با کرونا به مصرف برسانیم که باز جزئیاتش براتون میگم بر علاوه ما یک ما 40 میلیون دلار دیگر به خاطر مبارزه با ویروس کرونا از طرف بانک انکشاف آسیایی دریافت کردیم که هم برای یک در یک و نیم سال آینده به مصرف میرسه در مجموع بودجه ای که ما برای مبارزه با کرونا از طریق بودجه ملی دریافت کردیم 155.4 میلیون دلار بوده و, و مصرفی که تا حال صورت گرفته 36.7 میلیون دلار تا حال مصرف شده 118 میلیون دلار باقی مانده و با پولی که ما از دولت افغانستان دریافت کردیم ما 10.7 میلیون دلار زیره دو محموله کلان تجهیزات تیبی به شمول وانتلاترهایی که اجرام محیسی اشاره کردن از کشور جرمنی توسط اداره محترم تدرکات ملی قرارداد صورت گرفته پرداختش انجام دادیم و محمولهش که چه وقت میرسه محیسی به خدمتان توضیح داد در سه چهار میلیون دلار زیر ما با ولایت ارسال کردیم که مادلش 258 میلیون افغانی میشه که از این جمله در ولایت 146 میلیون افغانی تا حال در سطح ولایت به مصرف رسیده تا امروز ما گزارش گرفتیم و با بقیش مانده هنوز در سطح ولایت در حدود 92 هزار دلار زیر در سطح مرکز در بخش اداری در بخش به شمول ترمیمات شفخانه و شفخانی افغان جاپان ما به مصرف رساندیم و 682.6820000 دو دو دولار دیگه زیر در بخش دوا او تجهیزات طبی سريخ مرکز بمصرف رسید کی مجموعی 15 میلیون دلار حکومت بود 51 میلیون دلار بانک جهانی که برما بر سال مالی 1399 در اختیار ما قرار داده درما 23 میلیون دلار قرارداد شده با اداره محترم یونیسف اجناس و تجهیزات طبی است که ما یک مقدارش دریافت کردیم و بقیش هم به تایملاین های مشخص برشان داریم و انشالله دریافت میکنیم. 21 میلیون دلار از 51 میلیون دلار با مؤسسات غیر دولتی به خاطر ارزی خدمات در سطح ولایت قرارداد صورت گرفته که کار مالی پروسس مالیشون در تحت پروسس است که اینم انتقال میکنه به مؤسسات 1.3 میلیون دلار از به خاطر ارزیابی و مونیتورینگ پروژه است که توسط جناح سالیس به مصرف میرسه و حدود 800 هزار دلار از مصرف اداری پروژه است که در طول این 4 سال به مصرف میرسه مجموع از این میشه 51 میلیون دلار کمک های بانک جانی که ما به امسال مصرف خود رسانده 40 میلیون دلاری که ما از بانک انکشاف آسیایی دریافت کردیم البته تا حال هم پروژه فعال نشده ما امیدوار هستیم که در آینده نزدیک ما بتانیم این پروژه فعال شود و ما بتانیم مصرف خود شروع کنیم از این 40 میلیون دلار 15 میلیون دلار زی ما به خاطر بازسازی و ساخت شفاخانه است در سطح ولایات که با شرکت انکشاف ملی خریدات میشه از طریق شرکت انکشاف ملی این ساختمان ها در سطح ولایات ساخته و ترمیم میشه و 18.4 میلیون دلار دیگه از زمین مجموعه 40 میلیون دلار ای به خاطر اجناس و تجهیزات به شمول ادویه هست که از طریق اداره محترم یونیسف و سازمان صحی جهان و یک بخش هم از طریق خود دولت این ای هزینه شد حدود 4 میلیون دلار به صورت ریزرفی در پروژه نگهداری میشد در صورتی که در یک جای نیاز نیازمندی شدید پیدا شود و به مصرف خود رسید این مجموع 155.5 میلیون دلاری بود که ما به خاطر مبارزه با ویروس کرونا از طریق دولت افغانستان و کمک بین المللی از طریق بودجه ملی دریافت کردیم و بر علاوه یک مقدار منابعی که ما از طریق تمویل کنندگان به صورت خارج از چارچوکات بودجه ملی توسط خود تمویل کنندگان و مصرف رسیده رس و یا به مصرف میرسه ایران ما میخواییم خدمتتان توضیح و تشریح کنم بر علاوه 155.5 میلیون دلار ما در حدود 38 میلیون دلار دیگر از طریق خود تمویل کنندگان در امر مبارزه با ویروس کرونا به مصرف خود رسید که جزئیاتش پیش ما هست ما می خواهیم که فقط اما کشورها یا تمویل کنندگانی که در این بخش سهم داره ما برسان چیکونم ما از 104 هزار دلار از طریق استرالیان اید است از طریق اداره انکشافی استرالیا است که یه از طریق خود را تا چهار تیم سیهی را در سطح اولایات اینا حمایت میکنن و این پول از طریق خودشان در برزه با رس کرونا به مصرف میرسن 550 هزار دلار از طریق از 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 سی ار اف به مصرف میرسه از طریق خود اونا سی تیم سیار سیهی ما را در سی ولایات اینا معاششان و مصارفشان را پرداخت میکنه و دو میلیون دلار حدود دو میلیون دلار از طریق گوی تمیل کننده ای دیگی ماست که از طریق اونا خودشان خارج از چارچوکات بودجه ملی به مصرف میرسن. و همچنان 55000 هزار دلار از طریق ایتالیان کوپریشن به مصرف میرسد در امر مبارزه با ویروس کرونا از هزار دلار دیگر از طریق یون در بخش مبارزه با ویروس کرونا به مصرف میرسد و 770 هزار دلار دیگر از طریق اداره انکشافی ایالات متحده ای آمریکا در بخش مبارزه با ویروس کرونا به مصرف میرسه که مجموع از 3.8 میلیون دلار میشه که از تاریخ تاریخ بودجه ملی نیه بلکه خارج از چوکات بودجه ملی توسط خود تامین ها به مصرف میرسه که ایره ما در پلانایی که ما خود وزارت داشتیم باز از همون پلانای خود ما را حذف کردیم و ما اجست کردیم در اونجا و بر علاوه این کمک هایی که از طریق خارج از چوکات بودجه ملی مصرف می ما یک مقدار کمک های دیگر را به صورت جنس دریافت کردیم از تمیل کنندگان داخلی و خارجی از شخصیت‌های های خیر اینا. که ارزش از مشخص نیست و لیستش پیش ما هست که ده مورد است که به شمول پی پی کیت و محافظتی و وسایل شخصی این, این موضوعات است ها که ما از طریق کنندگان به صورت جنس دریافت کردیم این خلاصه گزارش هایی بود که ما وزارت سیحت ها ما از منابع مختلف دریافت کرده و تا حالا به مصرف رسانده و باز میشه ما جزیاتش به صورت هارد کپی در اختیارتان قرار بتیم و شما میتونید استفاده کردن تشکر له ریسپس خنړلی معنا دا جنو مونځه بوله هم با صلوات میپرځو دم سال اول از تلویزیون اورینانز میگیریم چه شما داسګای تنفس مسنوی کونو در افغانستان داریم در کوم ولایت ها است در کابل بشتر در کوم شفخانه ازي داسګاها است آیا شما دبره گزارش قاچاغ وینټراتور با پاکستان تحقیق کردې یا خیر خدمت ته نرس کوم که توره کی قبلا ما عرض کردم به تعداد 225 پایه و از قبل بود 37 و مورد دیگر کمک شد که فعلا 262 پایه و انتلیتر در شفخانه های وزارت سعت آمه ما داریم و چهارده پایه دیگر قرار است که به وزارت سعت تسلیم داده شود که به جمعی عظیم میشه و اگر این را جمع که دولت افغانستان از طریق کشور جرمنی و از طریق کمپنی های داخلی خریداری میکنه ما و شما یک ماه با با تعداد 900 پایه و انتلیتر خواهد داشتیم تعدادی از اینا در تمام ولایات افغانستان خواهد بود و هست منتها نظر به نفوس نظر به تعداد بستر آی سی یو چورای دزګا د عملیاتخانه او د آی سی یو به کار میرند د موردی یزي کې د شفخانای کابل بر د هر شفخانه وینټیلیټر موجود است ولی فعلاً بو توجه په وضعیت کېوېډ 19 مو د شفخانای جنا د شفخانه افغان جاپان او د شفخانای دیګې کې که... کې شفخانه جمهوریت است شفخانه عاجل ابن سینا شفخانه رابې بلخی است د در تمام شفخانه های دیگه هم ما ونتیلیتر داریم و بیشترین دستگاه های ونتیلیتر در او شفخانه است که اینا مسئول مراقبت مریض های کویت 19 هستند. در مورد گزارش اخیر ما شدید این را رد میکنیم. این نادرست است یک گزارش است که از آن آمه مخشوش میکنه و این نتایج چی چرا بسیار منفی است. نتایج ازی به دو دلیل بسیار منفی است اولی که شما ببینین اعتبار و حیثیت سیستم سیر زیر سوال میبرند در نزد مردم شریف افغانستان این باعث ازی میشه که او کارمندای سی ای که با علاقه فراوان با گرفتن خطر هر روز به وظیفه میرن خود در خطر قرار میتن فامیلای خود در خطر میتن با ازارا مشکل یا خدمت مریض مردم هستند به اینا در حقیقت تعوین میشه با یک گزارش نادرست این یک مسئله مسئله دومی از است که ما و شما سیستم سی افغانستان وابسته به کمک بیرونی است. ای را بهتر میفهمین که تمام رئیس مالی به تفصیل صحبت کرد شما ببینید اگر بانک انکشافی آسیایی است اگر بانک جهانی است اگر سازمان های ملل متحد است اگر نهادهای خیریه دیگه در سطح دنیا است تمام از اینها گزارش ها را جدی میگیرند و متاسفانه گزارش نادرست اونا را مایوس می و اونا را باز می از ادامه کمک هر کسی که کمک میکنه به هر نیتی که کمک میکنه او توقع داره که شفافیت ببینه متاسفانه این یک به نظر ما یک خیانت است هر کس که میکنه ما گزارش درست قدر میکنیم ما حاضر هستیم که حساب بتیم شفافیت باید تامین کنیم هر چیز پیگیری میکنیم ما همی گزارش هم پیگیری کردیم شما صادقانه برتان میگم و مخلصانه که ما همی شو تا دوازده بجی شو یک بار دیگه با تمام ولایات افغانستان با تمام رئیس صاحبای ساعت عامه که وایس کلاپایش کته ما است وزیر میره توضیح کردن که ما یک دفعه دیگه چک کردیم که نشه خدای ناخواسته کدام حادثه بوده باشه که ما آگاه نباشیم ما ایره پیگیری کردیم لله الهم هیچ مشکل نیست از طرف ما ارقام را که چیزی که بوده و چیزی که آمده همیش صد در صد دقت داره و ما این موضوع را پیگیری میکنیم از وزارت محترم، از طریق وزارت محترم اطلاعات فرهنگ و از طریق رسانه محترم ما را قدر میکنیم که برای ما اسناد بتن تا ما بتانیم موضوع را بررسی بیشتر کنیم تشکر جناب موین صاحب سوال بعدی از رادیو کلید کورونا ته پر زنګړې شوې بودیجا کې د فساد پاړه شوي او څومره قاتلري او د کومو شخصونو پر اساس وختي عدالت وایي چې کورونا وایرس مخ په کمیدور روان دی ا مصله فساد خصوصا فساد مالي را رد میکنه بيخي باید مینان برتون میګیم چې رد است و همه چیزا شفاف است همونطور که رئیس صاحب مالی گفت وزارت صحت ما حاضر هستیم که هر نوع معلومات هر وقتی که میخواین ما در اختیارتان قرار بدیم از اینجا و ما از رسانه های محترم خواهش میکنم که چیزی که ما میگیم اینمی را با ولایات هم شما لطفاً چک کنین ببینین از ولایات برین حکس بگیرین، تصویر بگیرین و از ما پرسان کنین ما در خدمت هستیم کمکتان میکنیم که اینمی شفافیت تامین شوه و کلگی اما وضاحتی را که میخواین کلگی باید به با او برسه و در مورد از ای که اما میلان یا ترند واقعات کرونا چطور است واقعات کرونا بر شما بهتر معلوم است نظر به ارقامی که مقایسه میکنین این دفته بعد ازید بامو بسیار سایر امو اولوی را گرفت و فعلا در یک ترین یا میلان مناسب است که ما امیدوار هستیم که همی تو دوام کنه و بالاخره بعد از یک مدت پایان شده بره ارقام میرم که هر روز شما تعقیب میکنین بد نیست و امیدوار کننده است آه، تشکر سال بعدی از بی بی سی میگریم دو سال کردن سال اول چندین نفر دیشه بر شفخانه علی جنای دشت برچی تماس گرفته و شکایت کردند که اکسیژن درست مدیریت نمی شود بیماران با کمبود اکسیژن روبرو هستند در نتیجه چندین نفر جان باختند چرا وزارت صحت ما مدیریت نمی تواند و جلوی هر و را نمی گیرد. آیا وضعیت از کنترل وزارت صحت خارج است مشکل اکسیژن دو هفته قبل بر سه روز یا چهار روز موجود بود در دو ما تایید میکنیم بعد از او وزارت صحت عامه با مسایي مخلصانه و دلسوزانه شرکت انکشافي ملي دغه سکتورای حکومتي پولیس ملي شرکتوي خصوصي کې د کابل توليد اکسيجن мекуنن هم صادقانه دس بده سهم دادند و مشکل اکسيجن مرفوس ما به ادمينان بر شما ميگم کې ان ميول غير ازي کې شرکت ها مطابق تقسیم اوقات اکسیژن می رسانند ما بالونای ریزرف در دو شفخانه کویت 19 و از شفخانه های دیگه ما داریم فعلا ما مشکل اکسیژن نداریم لله الحمد تشکر بلخ پهتنه د باور زواکر زکار ټیم چې وای پټول هیواد کی د کورونا وایروس سره مبارزه کوي ادارې چتیرمیاشتې د افغانستان په 900 لسعاتونو کې په کورونا د اخته کسانو دقیق ارقام راټولولی په مخا سروي تر سره کړی او د دوی سروې چې څبانډي لس مینو افغانان په کورونا وایروس اخته دي روغتي وزارت په اڑت سوی او د سروې منډني څنګه ارزوي ډېر مننه مونګم لدی معلوماتونه د رسنوي په ذريعه خبر شو رسمي معلومات موږ سره نه دي شریک شوي کله چې رسمي معلومات شریک سي لغنه بعد به وزارت سي تا ما خپل رسمي غبرګون وخوي نو فعلا سروي چکړې د معلومی گناه څنګه نمونه گیری کړي د لچانه معلومات راټول کړي د رسنې نه وزارت سیاته خبر شو هغه کې لا تل سنه تر 15 50 کالو پورې خلکو نه معلومات راټول کړي یعنی کوم سیاته کالو نه لاندې دی هغه خلک هم پکې شامل نه دي او هغه وګړي 15 50 کالو نه عمرونه زیات دي هغه هم پکې شامل نه دي نو کله چې موږ داسې ارقام راټول کو بیا د دې ارقام او ټول نفوس باندې تامین تامین کول ډیر مشکل دي نو دا باید په وخت تل سي نمونه گیری چنګاوال کوم ځینې راټول لغنه باد به وزارت سیاټه خپل رسمي خبرګونو خي ډېره مانا جناب صاحب څو سوال به دي از تلویزیون تلو میګرېم سه سوال کړم سوال اول شون مربوط گزار شمالي بود فکر کوم رئيس صاحب مولوي او معين صاحب صحبتاي داشتند دوه سوال به دي را خدمتونه میخونم سوال دوم نامزد وزیر صحت هفته گذشته گفته بود که روند نمونه گیری از بیماران مشکوک با داشتن ویروس و کرونا در کابل در همه شفخانه ها صورت خواهد گرفت و تمام شفخانه ها به بیماران کووید 19 اختصاص داده می شود پیشرفت است یا خیر و آیا روند نمونه گیری از سر گرفته شده است یا خیر بر شما بهتر معلوم است که قبلا در مکاتب و در سایت های سیار و ثابت تیمای سیار وزار بود که در اوجه سمپلگیری میکردن نمونه میگرفتن و از این بود که خب تعداد مریضا در دو شفخانه مدود بود و به خاطر یعزی جلو که جلوگیری که در باشه مسرایت بیشتر مرض سایت های مختلف ایجاد شده بود تا مخطر سرایت حد اقل و محدود ساخته باشه ولی متاسفانه با مشکلاتی که پیش آمد و کلگی در هست که اما تعداد یا رقم واقعات مثبت بسیار زیاد شد و کسایی که حتی تست نکردن و لازم هم نیست بکنن در مجموع ایتو کمتر خانواده های مان که در اوجه کس مریض نشه با او خاطر شفخانه های دیگه هم شدن که تا بر مریض های 19 واردا جور کنن و اینا در خدمت مردم قرار بگیرن با او خاطر اما سا امو سایت های ثابت و سیار ما اینا در شفخانه ها حضور دارن و کسایی که واجد شرایط است لازم است که از اونا سمپل بگیرن در خدمت قرار دارن تشکر سال بعدی در باره پلازمای خونی اگر معلومات دهید که چی است و تا کنون چند عملیات در کشور صورت گرفته یا انجام شده در مورد آزمایش پلازما ما در کنفرانس مدباتی قبلی هم خدمتتان عرض کردم که هنوز در مقیاس کوچک است این پروسه روان است وقتی ما به نتایج رسیدیم ان شاء الله تمام اون نتایج همراهی رسانه‌های محترم و همراهی مردم خود شریک خواهد کرد تشکر سال بعدی از رادیو آزادی میگیریم در افغانستان کسانی که یک بار کرونا را سپری کردند آیا کسی این از این میان دوباره به ویروس کرونا مبتلا شده است یا خیر تشکر بسیار زیاد معمولا کسای که یک دفعه به کورونا مبتلا میشه ه امکانی از ی که دوباره به ویروس کرونا مبتلا میشه بسیار کم هست و مطالعاتی که در افغانستان انجام شده و در دیگهر دنیا انجام شده نشان میته ک شخصی که یک دفعه به ویروس کرونا مبتلا شوه دوباره به ویروس کرونا مبتلا شدنش تا ممکن هست ب خاطری که معافیت یا انطبادی ها در بدن از او جور میشه و همو انطبادی ها باعثی از, از ای میشه که دوباره اگر ویروس مثاب به ویروس شوه معافیت بدنی شخص به زودترین فرصت ای ویروسه از بین میبره سال دوم رادیو آزادی وزیر صحت چند روز پیش در هرات گفت که مرحله اوج تا دو ماه ادامه خواهد کرد یا ادامه خواهد داشت اما روز بعدش در کابل گفت که آمار مبتلایان رو به کاهش است چرا چنین تناقض وجود دارد وزیر صاحب وقتی که سفر داشتن به هرات چیزی که وزیر صاحب گفتن اویی بود که ما سه شاخص استفاده میکنیم و با سه شاخص فعلا ما یک در یک حالت تعادل قرار داریم و این سه شاخص چی از سه شاخص فیصدی نتایجی که روزمره مثبت میشه مثلا چند چند دانه تست امروز انجام شده و چند فیصدشان مثبت بود این یک شاخص دوم فیصدی بسترهایی که در شفخانه کووید 19 مریض دره اې دو سه یو مساخه شخصه کې ما در وزارت صحت عامه استفاده کړم او وزیر صاحب هم دربارې او صحबत کړ دوی یې است چې مریضایي کې با کلینیکایي دولتي مراجعه میکنه آ... به آ... آ... امراي اراز او علایم آ... مشکلات طرق تنفسي وختي کې اي سه شاخصه میبینيم فعلن افغانستان در یک حالت تعادل هست و آیستا ایستا، اگر ما احتیاط کنیم سفارشات وزارت سیاست را در نظر بگیریم آیستا آیستا ما طرف نزول یک شاید ما یک نزول داشته باشیم که واقعیت ما بسیار کم شوه مگر این مربوط به این است که آیا مردم ما سفارشات وزارت سیاست را در نظر میگیره یا نه اگر به احتیاطی صورت گرفت شاید ما شاهد ازی باشیم که واقعیت باز یک دفعه بیشتر شوه و شاید امی که فعلا ما میگیم که یک پلاتو یا تعادل داریم و بجای ازی که ما پایین بیاییم باز یک دفعه یک حرکت سعودي داشته باشیم ډیرمه نه به کومه پورتنخه ډې وخه د وینټر تور دسکا په کلامی څخه خبري وکړه چې په ورستي په خوښي څخه وخلم تاسو سره شریک کم پښتنه ده د مورید انکه هر روز نرخ دروها یا بهای دروها و مواد بهداشتی بلند میروت درین مورید حضرت ساتامه چ اقدامي انجام دهسته دلیل افزايش بهای نرخ دوا د بازار متاسفانه دو دلیل داره یک دلیل مسئله اضافه ستانی است یک دلیل دیگه مسئله استفاده غیر منطقی از دواست ما وقتی در رسانه و از طریق رسانه ها نخیر این تایید نمی کنم. از طریق شبکه های مجازی استفاده باز دوا توصیه می که غیر علمی، غیر منطقی و غیر مسئولان است. به صورت مثال از دکسامیتازون خدمت تانه ارز می کنم. دوا درست است که منطق خود داره که استفاده شود در مرایل خاص مریضی توسط دکتر متخصص توصیه شود به مقدار معین. اما ای که خود فرد، خود خانواده مراجعه کنند و دوای خاص اینا خریداری کنند ی دروستنيس واکه اس دلیلی افزايش قیمت ها امیس وزارت ساتومه دو کاره اغواس کده یکه مسلې نظارت از در ملتونای خصوصي کې ارزي کې دوا را تایه میکنن او فروښ میکنن و دیګ کاري کې وزارت ساتومه کده و میکنه کې مو سہولتاره د خسمت واردات دوا فراهم کړیم سہولتای کافی طو با تمام شرکت ها اجازه داده شوهه کی بدون موانع و بدون سکتگی بتونن به صورت ادوی موارد نیاز توریید کنن تا نرخه ادوی د مارکیټ کنټرول شده باشه کداې قسمت ما از وزارت محترم مالیه واځګه سکتورای زیده خدمات تشکر میکنیم که اونم د قسمت سہولتای گمرکی همکاري کدان کته کمپانيای خورشيد در اخر یک بار دیگر از محترم ډاکټر صاحب شای موین وزارت ساتومه او ډاکټر صاحب تامسور څنګه وزارت ساتومه نمندای رسونه‌ها وزیرین طلال جان سپاس کانفرنس خبری مو در امي جا پهن رسیدوستان خوښ تجربه بینه